دوستان و همراهان همیشه یک کانال حسین نظر MMA، درود بر شما. بریم به کشور روسیه، مسابقات قهرمانی لیگ پادوبنی فروردین ماه 1401-2023 در وزن 57 کیلوگرم، دو قهرمان نماشنای روسیه، یکی از کشور آلبانی و دیگر از روسیه در مقابل هم قرار گرفتند. زاور اوگویف بادبنده قرمز در مقابل کشتیگیر از آلبانی که این کشتیگیر هم روس هستش، زلیم خان آباکاروف بادبنده آبی، ببینیم چه میکنه در مقابل هم دیگه. وزن 57 کیلوگرم و از این که رضا عطری ما هم یکی از نامداران جهان در این وزن حضور داره. البته اوگویف دوبار المپیک و قهرمان جهان رضا عطری رو شکست داده، ببینیم چه میکنه در مقابل این کشتیگیر آماده آلبانیایی. سلیم خان آباکاروف رو دسته هم دیگه کار میکنند و کشتیگی، ببینیم داور درخواستی که همکاری میکنه برای دوبنده قرمز. اوگویف تذکر رسمی رو بهش میده، اگر همینطور ادامه بدن مطمئنه شاکرهای فعال خواهد شد به روی کشتیگیر روز. هر دو کشتی با احتیاط دارن پیش میرن. این مسابقات به صورت تای قهرمان انجام میشه، یعنی یک مسابقه انجام میشه، برنده 7000 دلار جایزه و بازنده 3000 دلار جایزه دریافت میکنه. روسا بعد از اینکه یه رسال نشست برای زیرگیری بغل اوگویف، روسا بعد اینکه از مسابقات بین‌المللی محروم شدن به خاطر جنگ پوتین، سعی کردن با برگزاری اینجور مسابقات قهرمانای خودشون رو تو اوج آمادگی نگه دارن تا ببینن تکلیف چه میشه. خب شاکراک را حالا فعال میکنم برای کشتیگیر روس اوگویف، 30 ساله زمان داره امتیاز بگیره، نه تو امتیازی بگیره، یک امتیاز برای سلیم خان آباکاروف ثبت خواهد شد. همچنان رو اصلا کار میکنند و کشتیگیر فن خاصی تا به اینجا کار رد و بدل نشده. زار اوگویف دارنده طلای المپیک توکیو در سال 2020، دو طلای قهرمانی جهان در سال 2018 و 2019. المپیک توکیو و قهرمانی جهان در سال 2019 تونست رضا عطری رو شکست بده. برنز اروپا رو داره در سال 2019، نقره برنز قهرمانی اروپا. به روی کاغذ زار اوگویف برنده این دیدار خواهد بود، ببینیم چه میکنه در ادامه کار. تا به اینجای کار یک امتیاز برای دوبنده قرمز اوگویف ثبت میشه، حالا یک برسه جلو میفته به خاطر شاتگرایی که فعال شده بود بروی آباکاروف. هر دو کشتی با احتیاط دارند به کشتی ادامه میدن. یه رسته رو سرگردن حریف میزنه اوگویف، اتفاق خاصی در این کشتی نیفتاد تا به اینجای کار. سدقه اول، ثانیه پایانی سدقه اول و اینجا سود تا پایان سدقه اول به صدا در میاد. فن خاصی رد و بدل نشد در این کشتی از این دو کشتیگه عنواندار جهان. فکر کشتی زیبایی باید ببینیم، ولی تا به اینجای کار که سدقه اول خبری نبود، هیچ فنی رد و بدل نشد، هر دو کشتی با احتیاط و آروم به کشتی ادامه دادن. آدو کشین از مربی خوشون میاد تا توصیه لازم رو بگی از مربی خوشون. دوستان پیج اینستاگرام حسین نظر MMA، اونجا هم میتونید آخرین اخبار و رویدادهای کشتی رو پیگیری کنید. این دوستان و جوانان کشورمون هم دو مسابقات جام پیروزی ترکیه دارن کشتی میگیرن که دو طلا، سه نقره و یک برنز فکر میکنم تو روز اول بچه‌ها گرفتن. خب یه لحظه زیر دخم خاک میکنه اوگویف، بچه کشتی سوبر صفر میکنه در همه ابتدا کار مثل امریکایی ها، بعد از سود بلا فاصله شروع کرد یه زیر دخم و خواهی ببینیم داره جمع جور کنه برای باندازی. یه رسال میرفت برای لیفت، خوب نشسته تو خواهی کشتی گیره آلبانیایی آباکاروف. آباکاروفی که 2022 قهرمان جهان شد، تو فینال توماس گیلمن امریکایی رو شکست داد، مسابقات کشورهای اسلامی گونیه نقره گرفت. یه رساله احساس ناراحتی میکنه اوگویف از نایه دست، ولی خب مشکل خاصی نیست و کشتی ادامه پیدا میکنه. دو کشتی تو سر شاخ رسته هم دیگه کار میکنن.
از سوی گرو گرفته، حالا اوگایف کشتی رو داره آروم میکنه و منتظر اشتباه از طرف آباکاروفه. آباکاروف قهرمان جهان مطمئنن تقسیم نخواهد شد به این راحتی. 2:15 زمان داره، مطمئنن امتیازات دیگه هم رد و بدل خواهد شد. همچنان سرشاق رسی هم کار میکنن. آباکاروف مطمئنن ثانیه پایانی میاد سرعت رو بالا به، حالا آروم آروم داره رو به جلو کار میکنه. اوگایف ولی خب زیرک داره اداره میکنه کشتی رو. یه لحظه رو هم بقید نشست برای زیرگیری، در حین این که داره اداره میکنه هر از گاهی فن هم نشون میده تا آباکاروف زیاد رو به جلو حرکت نکنه. یه لحظه دستی رو کرد میرفت که تعادل اوگایف رو به هم بریزه. 1:35 یه لحظه سعی کرد پیش بندازه اوگایف رو. همچنان رو دسته هم دیگه کار میکنن. دو کشتیگیری ما امسال کشتیگیری نفرستادیم تو این دور از رقابت ها. حتی کشتیگیری ها خودشون هم میتونن $7,000 فکر نمیکنن جایزه بعدی باشه، میتونستن با هزینه خودشون توی مسابقات شرکت کنن و اونایی که مطمئن هستن که میتونن واقعا قهرمان بشن میتونستن $7,000 جایزه بگیرن. خب به زیر 1 رسیدیم. مطمئنا دیگه آباکاروف باید بیاد هرچی تو چنته داره رو کنه و به آب آتیش بزنه. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. داور یه لحظه کشتی رو گم میداره و به هر دو کشتی تذکر میکنه انگشتا رو نگیرن گام جای فرود. همچنان اوگایف با تجربه داره اداره میکنه کشتی رو و آباکاروف تا به اینجا کار چیز خوش نشون نداد. یه لحظه اومد برای زیرگیری، حالا سرعت رو بالا برد و ثانیه پایینی. آباکاروف نمیخواد بازنده میدان باشه. دست گره گرفت حالا آباکاروف، ولی خب اوگایف هم گلدور رو محکم اصلا پا پس نذاشته اداره میکنه کشتی رو، ولی خب زیرک نمیخواد هم حتی یک امتیاز از دست بده. به مرزی 20 ثانیه رسید، همچنان دست هم کار میکنن. سلیم خان آباکاروف واقعا حرفی برای گفتن نداشت این کشتی و هر دریزت بسته بود. اوگایف هم 3 امتیاز گرفت و کشتی رو بست و اداره کرد. کل این 4 دقیقه دیگه کشتی رو اداره کرد و ثانیه پایانی همچنان رو به جلو و بله تمام میشه و زاور اوگایف از روسیه قهرمان این دو از رقابت ها میشه و $7,000 جایزه رو دریافت میکنه. سلیم خان آباکاروف این چهره هم $3,000. خب دوستان امیدوارم دیدن کشتی لذت برده باشید. تا دور دیگر بدرود دوستان.